بسم الله الرحمن الرحیم. و تلک عاد جهدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار علیم و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنة یوم القیامه الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود و الی ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. جريان قوم عاد از اون جهت که تقریبا ما قبل تاریخن قصه اونها خوب روشن نیست، اون مقداری که در قرآن کریم آمده است قابل اعتماد است و اگر در روایات معتبر از جریان اونها چیزی ارائه شده باشدم قابل اعتماد است. بقیه اطمینان به اون جریان ها خیلی آسان نیست. این مطلب اول. مطلب دومی که قرآن کریم عاد را به عاد اولا وصف کرد. آیا این ناظر به آن است که ما دو تا قوم عاد داریم، عاد اولا و عاد ثانیه، یعنی یک ملت اولا یک ملت ثانیه، یک امت اولا یک امت ثانیه، یا اولا کنایه از همون قدیمی و کهن است نظیر جاهلیت اولا؟ نه، دو جاهلیت داریم، جاهلیت اولا و جاهلیت ثانیه. اگر هم جاهلیت ثانیه داشتیم یعنی ما لیست به اولا که ممکنه ثالث و رابع و اینها هم شامل بشه. این که در بخشی از آیات همود آیه 50 سوره نجم به این صورت آمده است و انه و رب و شعرا و انه و اهلک عادن الاولا، شاید ناظر به همون عاد ما قبل تاریخ و عاد کهن باشد، نه عاد اولا در قبال عاد ثانیه. برخی از مفسران گفتن یه عاد ثانیه داشتیم، اما اثبات این که یک ملت دیگری به نام عاد باشد آسون نیست. مطلب سوم آن است که این عاد از احفاد حضرت نوح سلام الله علیه است. پیشینیان با آب غرق شدن، اینا با طوفان به هلاکت رسیدن. این عاد قوم هود این چنین بودند. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک هود اولین پیامبری است بعد از حضرت نوح که نام شریفش در قرآن کریم آمده است به عنوان مبارز سرسخت وثنیت. حالا ممکن است بین حضرت نوح و حضرت هود سلام الله علیه ما انبیاء دیگری هم بوده باشند. بر اساس آیه سوره نساء و غافر که فرمود منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک، ممکن است انبیاء دیگری بین حضرت نوح و حضرت هود بودند و برای اینکه آثار اونها در دسترس نیست قرآن کریم نقل نشده، ولی اونی که نقل شده است بعد از حضرت نوح جریان هسته هود هست. مطلب دیگر این که این قوم از نظر خصیصهای بدنی و مالی و بنایی خصوصیت هایی داشته که قرآن کریم اونها را ذکر کرده است. اونها در سرزمین احقاف به سر می بردن. احقاف هم بین یمن و عمان بود، یعنی از بحرین تا حضرموت. اینه در اون سرزمین ذکر کرده. سوره مبارک احقاف هم ناظر به همون سرزمین است. آیه 21 سوره احقاف این است: وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، یعنی حضرت هود قوم خود را در سرزمین احقاف نصیحت کرده است، انذار کرده است که بین یمن و عمان است و اونها در اون سرزمین زندگی میکردن و از در اندام هم یه قد رشیدی داشتن به حسب ظاهر، برای اینکه قرآن کریم وقتی از حلاشت اونها یاد میکند میفرماید ما اونها را مثل این درخت های خرمای سربریده قرار دادیم. خب درخت خرما نخل باسه قد بلندی دارد، اگر سرما بزند یا گرمای زیادی این رو بسوزند و خشکش کند یه اندام بی‌سری میماند که قد کشیده است. در سوره مبارکه قمر آیه 20 این است که
انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر. از این که اینها رو تشبیه میکند به این که مثل درخت خرمایی که سرشون رو بریدن یا خوش شدن، اینها منوش قد برند و کشیدهی داشتن. چون که در سوره حاقه هم آیه 7 از اینها به عنوان بقیه درخت خرما یاد کرده است. آیه 7 سوره حاقه این است که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا که انام اعجاز نخل خاویه. و از جهت امکانی هم که قبلا خوندیم گفتن که من اشد و منا قوه، و قرآن کریم هم امضا کرده است که اینها از امکانات خوبی برخوردار بودن. ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بعد فرمود اتعبدون بكل ریاء آیه تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین. خیلی خشن و قزبان و امثال ذالک بودن. اینا خصوصیاتی است که هم از در قدرت‌های بدنی اینها، هم از در قدرت مالی اینها، هم از در مسائل اخلاقی اینها نقش کرده. بقیه دیگه اموری نیست که انسان بتواند را اثبات کنه. اما جریان سمبولیک بودن و نمودار بودن و اینها اصلا در قرآن کریم راه ندارد. قرآن کریم زبانش زبان فطرت است و حق است، قول الحق. و هرگز داستان افسانه اینا تو قرآن کریم نیست. داستان ساختگی، یعنی یه چیز رو به صورت کلیل و دمنه ارائه بکند. مثلا اگر یه مثلی بخواهد ذکر بکند، اول میگوید که ما داریم مثل ذکر بکنیم، واقعیت توش نیست. اما قصص انبیا، قصص اولیا، این فقط اخبار غیب است و شما در اون صحنه نبودی. این که مکرر در مکرر به عرضتون رسید که قرآن کریم آدرس میدهد، میگه اونجا این صحنه نبودی، در اون زمان نبودی، در اون مکان نبودی، ولی قصه از این قبیل است. ما کنت ثاویان فی مریم، ما کنت به جانب تور، ما کنت لدیهم از جلغون اقلام هم ایهم یکبر مریم، ما کنت به جانب تور، ما کنت، ما کنت، ما کنت، قدم به قدم آدرس میدهد، میگه در اون صحنه تو نبودی ولی قضیه از این قراره. در هنگام تکفل هست مریم تو نبودی ولی قضیه از این قراره. در جریان کوه طور تو نبودی، قضیه از این قراره. در جریان مدین تو نبودی ولی قضیه از این قراره. خب اینا که افسانه نیست، اینا که به زبان هرمونیتیک و امثال ذالک نیست. اون چرا که قرآن کریم خودش میخواد بفرماد که این واقع نشده، به ما داریم مثل ذکر میکنیم، اول به عنوان مثل یاد میکنن. فهما لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نزده به حال الناس. در جریان کوه طور که فتجلى ربه فجعله دکا و خر موسی صعقا، اونجا دیگه سخن از مثل نیست، اونجا تجلی است، واقع شده. موسی کریم مدهوش شده، کوه خرید پیدا کرده، سقوط پیدا کرده، متلافی شده، یه واقعیتی. اما در جریان سوره مبارکه 8 فرمود ما اگر این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم، کوه هم متراشی می‌شد. به این مثل است در تعظیم قرآن کریم، تلک الامثال نزد بال الناس لعلهم یتفکرون. اونجا که واقع نشده میگه واقع نشده، اونجا که واقع شده میگه واقع شده، تو نبودی ولی قضیه از این قراره. ما کنت به جانب طور، اما قضیه از این قراره. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسی صعقا. پس جریان انبیا از آدم تا خاتم علیه السلام اون که به عنوان قصه نقل شده عین واقعیت خارجی بود که رخ داده است. بعد شما تلک که من انباء الغیب نهیره، خبرهای غیبی است، گزارش‌های غیبی است. اگر چیزی واقع نشده باشد که سخن از گزارش نیست. اما در جریان ان ربی علی صراط مستقیم، اون با اون رحمت خاصه همراه است. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله تبهکار را به هلاکت مبتلا میکند، به پرهیزکار را به مقصد میرساند. این با رحمت خاصه هماهنگ است، وگرنه با رحمت عامه جهنم هم تأمین است، تبهکاران هم به رحمت کلتی وسعت کنشه. اونا با رحمت عامه دارن کار میکنند دیگه، نه با رحمت خاصه. اینی که وجود بارکه هسته هود فرمود این ربی علی صراط مستقیم، ناظر به آن است که مرا به مقصد میرساند، شما را گرفتار هلاکت میکند. این با رحمت خاصه هماهنگ است، نه با رحمت عامه. و اما اون سؤالی که مربوط به روایتی است که وجود بارکه است موسی کریم وقتی داشتن از دریا میگذشتند، یکی از همراهان
موسای کریم برگشت به پدرش که از اصحاب فرعون بود نصیحت بکند که پدر بیا جز اصحاب موسای کریم باش، رفت نصیحت بکند، آب فرا رسید و هر دو رو غرق کرد. این برای آن است که اونجا جای نصیحت نیست. امر معروف هم حسابی داره، نهی از منکر هم حسابی داره. وقتی عذاب آمد آمد. در همون روایت هم وجود مبارکه ابوالحسن سلام الله علیه فرمود به این که وقتی اینها به دریا رسیدن دست موسی خبر رسید که این شخص رفته و این که پدرش نجات بداد اینم غرق شده. حضرت فرمود به این که هو فی رحمت الله، پس نمیشه این عذاب نیست. این یک. و قبلا هم گذشت، ممکن است یه حادثه عمومی رخ بدهد که هم مؤمن از بین برود هم کافر، منتها برای یکی رحمت است و آزمون و برای دیگری عذاب است. این رنج نمیبرد برای که مستقیما فی روزت من ریاض الجنه وارد میشود. ولکن النعمت ازا نظرت لم یکن لها امن غارب المذنب دفاع. فرمود به این که وقتی عذاب رسیده شما چرا رفتی اونجا؟ الان وقتی گفتن نبود. اگه وقتی گفتن بود خب ما میگفتیم. وقتی که به نصاب خود رسید، اعذار و انذار به نصاب خود رسید، از اون بعد لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیم بینه. از اون بعد دیگه جا برای نصیحت نیست. مثل که حضرت نوح سلام الله علیه وقتی که دید این چنین است، گفت بیا ارکب معنا براتکم مع الکافرین، گفت سآبی الى جبل یعصم من الماء. نوح هم این رو رها کرده. وقتی عذاب در شرف وقوع است دیگه جا برای امر معروف نهی از منکر نیست. ولی معذالک برای اون شخص رحمت بود، وظیفه خودش عمل نکرد. برای اینکه حضرت فرمود که لکن النقمه ازا نزلت لم یکن لها امن غارب المذنب دفاع. این چه رفت نزدیک گناهکار؟ خب اینا اجمالی از قصص مربوط به عاد و حضرت هود سلام الله علیه. اگر عذاب بیاد که در عذاب عمومی نزدیک همین جریان هست هود که فرمود ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه. اونجا هم عذاب آمد، هست موسی و همراهانش نجات پیدا کردن، بقیه هلاک شدن. اونجا هم همینجا بودی. مثل جریان هست نوح اینطور بود که فرمود ما نوح و همراهانش نجات دادیم، بقیه هلاک شدن. اما یک کسی که وقت امر معروف و نهی از منکر گذشت بیفتد تو اردوی تبهکارا، خب اون محکوم همون مرگ خواهد بود. نه، اونجا حضرت کاملا مطمئن بود. وقتی اونا گفتن خب ما را بین دو خطر آوردی، جلو دریا پشت سر ارتش جرار فرعون مچه کنیم، با یه درس قاطع گفت این چه حرف هایست میزنید؟ کلا این معی ربی سهدی. خب این جمله اسمیه است، با حرف تأکید است، با درس قاطع هم اون حرف رد کرده هم نجات خودش وعده داده. اونا گفتن که آخه ما بین دو تا خطر قطعی هستیم، جلو که راه نیست، پشت سرم که این ارتش جرار رسیدن، آخه جا نبود ما را آوردی. همون کلا چه حرفیست میزنید؟ دریا در اختیار اوست. اگه دستور داد بریم دریا میریم دریا، دستور داد برگردیم برمیگردیم، در هر دو حال ما فاتحیم. به همجورم شد. دستور آمد فضر به اصا کل بحر، بعد فبود لهم طریقا فی البحر یبسا. این با ضرس قاطع این حرف زد و قطع داشت وقتی این عصا را به دریا بزند، آبهای رفته رفته است، آبهای نیامده نمی آید. اونا به صورت یک سدی از آب رو هم چم شده، این آبها یه سد آبی درست شد، این وسط شده جاده خوش. فبود یبسا خوش شد، مثل کسی آب نبود. یه رودخانه وقتی که آبش بند بیاد زمینش تر است، رطب است، اما اونقدر این اساس در عمق دریا اثر کرد که اصلا جاده خوش شد. وزجب لهم طریقا فی البحر یبسا، اصلا ترم نبود. خب این هرگز شک نداشتن که نجات پیدا میکند. این معنای ان ربی علی صراط مستقیم است، که ذات اقدس اله رو صراط مستقیم در نظام تکوین بر اساس رحمت رحمی خاص عمل میکنه. خب
در پایان بحثی دیروز اشاره شده است که اینا چون تابع هر جبار عنید بودن، لعنت هم تابع ایناست، برای اینکه اینا بدعت گذار بودن، سنت سیئه گذاشتن، بت پرستی را ترویج کردن و سلطه پذیری را ترویج کردن و ماننده هم باید که ملعون باشن. این تعبیر علا که تکرار شده است، این هم نشانه اهمیت مطلب است. علا ان آدن کفروا ربهم علا بعدن لآدن قومه. بعد از جریان حضرت هود نوبت حضرت صالح می رسد، چون به الی ثمود اخاهم صالحا. وجود مبارک صالح هم که رسالت پیدا شده برای هدایت قوم ثمود، مأموریتش این بود، قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اینم مثل حضرت هود از توحید عبادی شروع کرده است. معلوم می شود که اصل وجود خدا به عنوان یه هویت ازلی مفروغ عنه بود یک، و او خالق کل است مفروغ عنه بود دو، و او رب الارباب و مدیر کل و رب العالمین است سه. اونی که مشکل قوم ثمود بود اون ربوبیت مقطعی بود، که الان کار به دست کیست؟ ما محتاجیم در روزیمون، در سلامتمون، در حیاتمون ده ها مشکل داریم، مریض شدیم شفا میطلبیم، مدیون شدیم مال میطلبیم، فرزند نداشتیم فرزند میخواهیم، سلامت نداشتیم سلامت میخواهیم، کی مشکل ما را حل کند؟ رابطه ما با هویت مطلق قطع است، رابطه ما با خدا قطع است، چون ما به او دسترسی نداریم. بدون پرستش هم نیازهای ما برطرف نمی شود. پس ارتباطی ما با خدا قطع است، پرستش کسی که مشکل ما را حل بکند لازم است. غیر از این بت‌ها کسانی هم نیستن که رابطه بین ما و خدا باشن، و این بت‌ها در برقراری ارتباط هم مستقلن، لازم ما اینا پرستیم. انبیا آمدن گفتن به این که رابطه شما با اون خدا کاملا محفوظ است، هیچ قطع نیست، قرب او به شما از هر موجود دیگری برتر و بالاتر است، از هر کسی که شما فکر میکنید به شما نزدیک است یا نزدیکتر است خدا به شما نزدیکتر از اوست. در سوره مبارکه بقره فرمود ما به او نزدیکتر از شما ایم، شما که پرستار این بیماری در کنار این بیمار استاده اید، نحنو اقرب و الیه ولیکن لا تبصرونش را نمیبینی. خب اگر اینی غریبون اجیب و دعوت دعا ازا دعانه فلیستجیبونی فلیؤمنونی، اگر نحنو اقرب و الیه ولیکن لا تبصرون، اگر وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، اگر هوا معکم اینما کنتم، مشکل شما با عبادت او حل است. هر حرفی هم بزنید او میشنود، هر مناجاتی هم که بکنید او میپذیرد، و غیر از او نه مستقل است نه شایسته عبادت. انبیا آمدن این اصول رو گفتن در برابر وثنیین که اون اوهام را ترویج بکردن. وجود مبارک است نو همین کار رو کرد، وجود مبارک است خود هم کار رو کرد، اما وجود مبارک صالح این کار رو داره میکنه. برهان مسئلش هم این است، فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. غیر از اللهی که فطرت پذیر است و دل پذیر است دیگران نه، که این لا اله الا الله همونطور که قبلا گذشت به یک قضیه برمیگردد نه دو قضیه، یعنی غیر از اللهی که فطرت پذیر است دیگران نه، نه اینکه این دو تا جمله باشد دو تا قضیه باشد یکی موجبه یکی سالبه. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، چرا باید او رو بپرستیم؟ برای اینکه حدوثاً و بقاءاً وامدار او هستی. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، اصل انشاء شما به ایجاد شما از زمین به وسیله اوست. شما مثل علف هرز از زمین نرویدید که. این آثار محیر العقولی که علم یک و نطفت من منی یمنا به این صورت در آمده است، یه سازندهی دارد بلاخره، و مواد خام را فراهم کرده است و شما را جانشین خود قرار داد، شما را استعمار کرد، یعنی طلب منکم امارت الارض، استعمار الهی عبارت از این است،
که از شما آباد کردن زمین رو طلب کرده است، برای خودتون آباد کنی. این استعماری که دیگران دارن این است که از یک ملت ستم دیده طلب میکنن که زمین رو برای اونا آباد کنن، کشور را برای اونا آباد کنن. این میشه استعمار. اما ذات اقدس اله استعمار کرده، خدای سبحان از شما طلب کرده است که زمین را برای خودتون آباد کنی. و استعمرکم فیها، خب چی باید آباد کند؟ انما یعمر الارض من آمن بالله، وگرنه بقیه اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذله. همون طوری که مسجد را مردان با ایمان آباد میکنن، کشور را هم مردان با ایمان آباد میکنن. انما یعمر الارض من آمن بالله. الان شما ببینید شرق و غرب گرفتار کشتار است و آلوده شدن محیط زیست است و آسیب رسوندن به حیوانات دریایی و صحرایی است و امثال ذلک، بر اثر اینکه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذله. میگه ازی مساجد را به من ازلم و من مساجد الله یذکر فیها اسم الله و سعی فی خرابها. یه عده تلاش و کوشش شد در این بود که جوره آبادی مسجد بگیرن، در تخریب مسجد تلاش و کوشش بکنن، مسجد ویران بکنن و مانند اون. اینا کسانی هن که در مقابل آمران مسجد هن. زورمداران هم در قبال کسانی هن که آمران ارزن. خدای سبحان شما رو از زمین خلق که انشاء کرده و از شما خواسته که زمین را آباد کنی. و استعمرکم فیها، از شما خواسته. پس آدم بیکار به دستور خدا عمل نکرده، اون که نه از راه کشاورزی، نه از راه دامداری، نه از راه صنعت، نه از راه پیشه‌وری، نه از راه سدسازی، با هیچ کاری بالاخره زمین را آباد نکرده. یا آدم تمپرور بیکار است، این به دستور خدا عمل نکرده. یه وقتی کسی باید که من که فصل ماریم خوب چرا کار بکنم، این به این آیه عمل نکرده و حرف این پیغمبره که گوش نده، حرف هیچ پیغمبرم گوش نده. شما قبلن هم مراده فرمودید قوم عاد وقتی حضرت هود را تکذیب کردن، خدا هم فرمود اینا همه انبیا را تکذیب کردن. کذبت عادون المرسلین، با اینکه اینا به حسب ظاهر یه پیغمبر بیشتر نداشتن. یا در همین آیات محل بحث سوره هود فرمود و عصوا رسله، در جریان اصحاب هجر هم همینطور است، لقد کذب اصحاب الهجر مرسلی. خب اونا که انبیاء فراوانی نداشتن که بحث به ظاهر بشه از یه پیغمبر نداشتن، چون حرف همه انبیاء یکیست، لا نفرق بین احد منهم. اونا آمدن دعوت بکنند و دعوای صحیح دارن، اگه کسی یکی رو قبول نکرده همه رو رد کرده. حرف همه اینا توحید است و اخلاق است و فقه است و حقوق و خطوط کلی. اختلافی اگر هست در منهاج شریعت است. یکی مثلا میگه شما 17 رکعت نماز بخونید، یکی میگه کمتر، یکی بگید بیشتر، یکی میگه به طرف بیت المقدس نماز بخونید وقتی، یکی میگه به طرف کعبه. تو این جزئیات کل کلین جعل منکم شرعتا و منهاجا اختلاف است، ولی تو خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق که مصدق لما بین یده شعر و ناست، قبلی مبشر بعدی است، بعدی مصدق قبلی است، یعنی اختلافی با هم ندارن که. بنابراین وقتی وجود مبارک صالح بفرماید خداوند شما را از زمین انشاء کرده و از شما خواسته که زمین را آباد کنی، پس انما یعمر الارض من آمن بالله، و همه ما موظفیم در آبادی زمین تلاش و کوشش بکنیم. حالا یا آبادی ظاهریست یا آبادی باطنی، بالاخره باید قدمی برداریم زمین را آباد بکنیم، یا زمین را یا زمینه را که بشه درش زندگی کرد. اگر زمینه را با اخلاق و علم یعلم همون کتاب و الحکم آباد کردیم، محیط را امن کردیم، اگر کشاورزی و دامداری و راهسازی و امثال ذلک را ادامه دادیم، فضا را آماده کردیم برای زیست، وظیفه رسمی ما این است که عامل ارض باشیم. خب اینها برهان است، به حد وسط است برای برهان بر توحید خدای سبحان.
خدا را باید بپرستیم ولا غیر. چرا؟ برای اینکه او هم آفرید خالق است، هم پرورون رب است. هر دو، هر کدام از اینا حد وسط است برای برهان جداگانه. خدا خالق است، خالق شایسته پرستش است، خدا شایسته برشه. خدا رب است، رب و پروردگار شایسته پرستش است، پس خدا شایسته پرستش است. هر کدام حد وسط هم برای برهان خاص خودشون. اون که ما را استعمار کرده، یعنی تمام اهداف را مشخص کرده، یک راه را مشخص کرد، دو اون ساختار درونی ما را هماهنگ کرد که اونها را به کار بگیریم و این راه را طی بکنیم و به مقصد برسیم. سه، این میشه هدایت، این میشه هدفمندی. اگر یه چیزی مقصد دارد راه ندارد، هدایت ناقص است. اگر مقصد دارد، راه دارد، ولی ابزاری در اختیار نیست که انسان با کمک ابزار این راه را طی کند، به مقصد برسد، مقصود را ببیند، این هدایت ناقص است. این تثلیث را ذات اقدس اله تکمیل کرده که وجود مبارک است. موسی به این تثلیث اشاره کرده، همون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هر چیزی را بالاخره با اون ساختار داخلی مجهز کرده. به یکی دندان تیز داده که حمله بکن روزیت دریا، به یکی پاهای لطیف و دستای لطیف برای دویدن داده بود و خودت نجات بده. این که گفتن به شیر شرزه کردی حمله تعلیم، به آهوی ختن دادی دویدن، یعنی به هر کسی رو به یک سبک خاص مسلح کرده. آهو که قدرت دفاع در برابر شیر و پلنگ ندارد که، این دوندگیش از اونا خیلی بهتر و بیشتره، این میتونه خودش نجات بده. این ساختار داخلی را داد اولا، راه را آفرید ثانیا، مقصد را هم فراسوی اینها نصب کرده ثالثا. این تثلیث رو میگن هدایت کامل. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی ساختار داخلی او را مجهز کرده. یه زنبور اصل، یه موریانه، یه مور، یه مار، یه عقرب، بالاخره اگر بخواد به مقصد برسد ابزار میخواد، همه ابزار مناسب به او داده، راه او را مشخص کرده، هدف او را معین کرده، این میشه هدایت کامل. در استعمار این طور است، فرمود ابزار را به شما داده، راه را مشخص کرده، مقصد را مشخص کرده، بروید. اگر در اون آیه سوره سربود به این که هم شوفی مناکبه ها وقتقون فضل، رو دوش زمین راه برید و روزی بگیرید، همینه. مگر رو دوش زمین سوار شدن کار آسونیه؟ کسی بخواد رو دوش اسب سوار بشه، رو دوش شتر سوار بشه، کار آسون نیست. بود منکب زمین را زیر پا بیاری، این تپه ها را، این کوه ها را، این معدن ها را، این درون کوه ها که معدن است، اینا را زیر پا بیاری، اینا را برای شما خلق کردم، این سفره را پهن کردم، آماده کردم، منتها هر چیزی سر جا خودشه. شما یه قدری باید این نمک رو بریزید رو فرون، غذا براتون گوارا بشه، اون پارچه آب رو بریزید تو لیوان، از پارچ بریزید تو لیوان مصرف کنید. مگر همه را فراهم کردم بعد شما را آفریدم؟ اینطور نیست که اول شما را خلق کرده باشم گرسنه و تشنه، بعد زمین و آسمان و، نه، ما همه چیز آماده کردیم بعد گفتیم بفرما. راه هم به شما نشون دادیم. اون وقتی که نمیتونید کار بکنید، پستان مادر را مخزن روزی شما قرار دادیم، اون وقتی شما نمیتونید کار بکنید، اون وقتی که میتوانید کار بکنید، براتون راه واسطه کردیم، ابزار مشخص کردیم و مقصد مشخص کردیم. تا اون زمانی که نمیتونید غذا آماده بهتون میدیم، وقتی هم که میتونید با کار بکنید. فهم شوکی مناکبه ها، خب اگر شما نتوانید این کوها را زیر پاتون بیارید، از معادنش استفاده بکنید، گرسنه بمونید، تقصیر کسی نیست. هر کدام از اینا حد وسط است برای برهان خاص. چنین خدای خب معبوده دیگه، از این بت ها چی ساخته است؟ تازه اون ستا شمس و قمر هم جز روزی های شما، سف سمایر از کم ما تو ادون، اون هم روزی شما، چون که تو آسمان غیب هم روزی معنوی شما تأمین است. خب همود به الا تموده اخاهم سالها، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. چرا؟ به این دلیل، هو انشأكم من الارض
و هر منشه معبود است پس خدا معبود است. دو، و استعمرکم فیها، هر مستعمری معبود است خدا مستعمر است، هر مستعمری معبود است خدا معبود است. مستعمر است یعنی از شما خواسته که زمین را آباد بکنید، این به سود شماست. چجوری خواسته؟ نیاز به شما داده، خرد ورزی به شما داده، ابزار به شما داده، راه را فراهم کرده. فرمود به اینکه ثم السبیل یسره، شما راه را برید ما آسان بکنیم براتون. قدر فهدا، ما تقدیر کردیم، اندازش گرفتیم، مقصد معلوم است، راه برید راهشم آسان است. اینطور نیست که حالا بر شما سخت باشد. هر کسی این کمالات را ما بدهد، این نعمت را ما بدهد، شکر نعمت لازم است، ما باید از او قدرشناسی بکنیم، او را بپرستیم، میپرستیم. میموند این بتا، گفتید خدا دور است، هرکس دور نیست. گفتید او حرف ما را نمیشنود، نخیر کاملا میشنود، منتظر است شما بخواهید به جواب عطا بکند. فرمود ان ربی قریب مجیب، بذارید این بتا را کنار. شما میگید ما از خدا فاصلمون زیاد است، با دسترسی نداریم، یعنی چی؟ خدا حرف ما رو نمیشته، بعد ما چگونه با او رابطه بگیریم، یعنی چی؟ شما بخواه اگر او نداد، منتها شما نمیدونید چی بخواهید. خدا رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم فاضل تونی رضوان الله، این تقریبا 50 سال قبل اولین بار ما از ایشون شنیدیم، بعد منابعش پیدا شد. ایشون میفرماد بالاخره بنده که بخواد به ذات اقدس الهی نزدیک بشه، تقرب بکنه پیش خدا، قربت الهی به خدا نزدیک بشه، چی ببره آخر؟ چه وسیله‌ای ببره؟ بگه من زحمت کشیدم، علم آوردم اونجا که علوم نامتناهی است. اولا این چهار کلمه هم که ما یاد گرفتیم محصول اوست، ما بکن من نعمتن فمن الله. ثانیا حالا اگه کسی خواست پیش مالکش بره، مولاش بره، اونجا اقیانوس کوثر است، حالا یه قطره آب رو به عنوان هدیه ببره اونجا، این بگه من قدرت آوردم، کمال آوردم، جهاد آوردم، اینا رو که ببره قبول نمی کنم، برای اینکه معدن همین کمالات اونجاست به نحو نامتناهی، به این کمال محدود هم هست از اونجاست. انسان بالاخره باید فقر و مسکنت و عجز را اونجا ببره تا خدای سبحان قبول بکنه. و راه تقرب به او اظهار عجز است. آدم وقتی خودش ندید راحت است. این گونه نیایش ها با اجابت همراه است. این بت پرست بیچاره به دنبال یک مبدع نزدیک میگشت، خیال میکرد این چوب خونش به او نزدیکه، در حالی که اقرب و الیه من حبل الورید دیگری است. خیال میکرد مشکلاتش رو این بت ها حل بکنند، در حالی که اینی اجیب و دعوت دعا دعانه. گفتن به این که روی گردالود بر زی او، زی او یعنی ای خواستی به طرف او بری، روی گردالود بر زی او، چه در درگاه او آبروی خود بری، گر آبروی خود بری. اگه بگی خدای من وجی هم سالها درس خوندم، بحث کردم، آبرومندم، این آبرو رو آوردم پیش تو، آبروی آدم اونجا میری دیگه. آبروی خود بری، گر آبروی خود بری. هیچ که حق نداره بگه من 30 سال زحمت کشیدم. خب این در حقیقت مال او رو داره، آدم با امید داره منت میگذره. مگر ممکنه کسی بگه من خودم زحمت کشیدم؟ ما بکن به نعمتن فمن الله. این که میرید مرحوم مجلسی اول در برابر حکیم سنای اینقدر خضوع میکند برای همین تعبیرات است. وگرنه شعر رو خیلی ها میگن، بزرگان دیگر میگن حکیم سنایی چنین فرموده است. اینا جز حکمای بزرگ بودن. گفتن روی گردالود بر زی او، که در درگاه او آبروی خود بری، گر آبروی خود بری. اگر کسی گفت خدای من 30-40 سال زحمت کشیدم، بدونه که راهش نمیدم، بگه من در راه تو این همه زحمت رو تحمل کردم، بداند که مسلوب الحیثیه میشه، آبروی خودش میبره. ما همه محتاجیم، ولی منظور اینه که باید بدونیم چی ببریم. همینطور مناجات شعبانیه به ما گفتن خدایا بالاخره تو که گفتی وسیله بیار، ما اقرار به گناه و بندگی و ضعف را وسیله قرار دادیم، هیچ وسیله نیست. جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی،
تو گفتی وابتغوا الیه الوسیله، با چیزی نداریم بیاری. چهار تا کار اگر کردیم، چهار تا خلاف هم کنارش هست. اون چهار تا کار وفاق بر فرضم 100% صحیح باشد نعمت توست. این همه آمدن درس بخونن نشد، این همه رفتن کمال پیدا کنن نشد. تو بین این هزارها نفر چند نفر موفق میشن، چه حوزه، چه دانشگاه، چه مراکز دیگر. این چنین نیست که راه بسته باشه، راه برای همه بازه، اما افتخی زیاده تو را. حالا اون چهار نفر که مقصد رسیدن، خودشون رسیدن؟ یا ما بکن من نعمتن فمن الله. اگر کسی خدای ناکرده بگوید ما این 40 سال زحمت کشتیم، 50 سال زحمت کشتیم، این موحدانه حرف زد و قارونی فکر کرد. قارون هم همین حرف میگفت، میگفت اینم اوتی تو علی علم اندی. ولی اگر عجز و ضعف و مسکنت رو ببرن کاملا خریدارن. خود همین اقرار به وحدانیت است. یعنی خدایا اگر این نعمت ها رو من پیدا کردم تو دادی و من مظهر انعام تویم. خب اینا میشه برهان. فرمود و انشأکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه. از گذشته طلب مغفرت کنید، نسبت به آینده عزم جدی بگیرید، بدانید که او نزدیک است، دور نیست. بدانید همه حوادث شما را برطرف بکند. چرا به دنبال این اون میگردی؟ حالا لازم نیست که انسان بت چوبی رو پسندد، که بدترین بت همون بت هوس است تو هوا، که انسان گرفتار او افرایت من اتخذ اله و هوا و ازله الله علی علمین. حالا لازم نیست انسان بت پرست باشد که و افرایت من اتخذ اله و هوا همین است. الحمدلله رب العالمین.